لوگوی خودم وارد نرم افزار کردم میخوام تمام کی فریم ها رو اینکه حالت های کی فریم هر کدوم به چه صورت هست رو بهتون توضیح بدم اول لوگو رو میارم این بالا قرار میدم چون یک عالم کی فریم میخوام ایجاد کنم کنترل مثبت رو میزنم زومش میکنم البته میتونستم از اینجا یه فیت قرارش بدیم فرقی هم نمیکنه این بالا قرارش میدم میخوام با پوزیشن کار بکنم کلید میام برای پوزیشن پی بود به این صورت یه دونه اهرمو حتما باید اول تایملاین قرار میدیم یه دونه کی فریم ایجاد میکنم میام جلوتر هم میتونیم عدد بدیم هم میتونیم خودمون حرکتش بدیم اگه عدد بدیم میتونیم به این صورت بیاد پایین ببینید از بالا اومد پایین به این صورت یک مقدار فاصله رو کم میکنم که سریعتر انجام بشه میرم جلوتر اهرم رو میبرم جلوتر و یک مقدار میبرمش اینجا چون میخوام حالت منحنی داشته باشه تر هم به خاطر حالا آموزشی که میخوام بدم یک مقدار میارمش جلوتر دوباره میخوام بیام پایین یکم دیگه جلوتر میبرمش اینجا یکم دیگه جلوتر میارمش اینجا قرارش میدم ببینید از اول به این صورت چون پلی رو که بزنم الان یک مقدار کیفرم ها رو به هم نزدیک میکنم که سریعتر انجام بشه پلی رو میزنم ببینید به این حالت داره میچرخه همینطوری که من تکونه یعنی پوزیشن بهش دادم حرکت کرد و اومد این آخر رو گرفت ببینید استوب که میزنم اسپیس روی کیبورد رو میزنم این کیفرمی اینجا نشون داده میبینید که نقاط ریزی روی کی فریم ها روی حالا پوزیشنی که من حرکت دادم تشکیل شده. اگر بیارمش اول ویدیو قرار بدم یعنی اول من آروم آروم دارم حرکت یعنی اهرم رو جابجا میکنم به این صورت هست بالا پایین میشه به حالت منحنی. یک مقداری میبرم بالاتر حالا کی فریم هایی که میخوام بهتون توضیح بدم یه راست کلیک میکنم روی اولی تمام این کی فریم ها رو میخوام بهتون بگم که به چه صورت هست گزینه اول یه عدد داره عدد داده عددی که اینجا داده من کلیک کردم روی این کی فریم خب روی این کی فریم که کلیک کردم عدد پوزیشن من 270 در 254 هست راست کلیک بکنم به این صورت یعنی اگر روش کلیک بکنم شما میتونید عدد رو از اینجا تغییر بدید مثلا عددی که من روی این آخری یعنی اینجا عددی که اینجا دادم این عدده میتونیم روش را کلیک کنیم عدد رو تغییر بدیم یعنی این کیفرمه اینجا تغییر بکنم مثلا 16 صرف رو مثلا بکنم 18 -02. به عنوان مثال خب الان من روی این کلیک کنم اون تغییر میکنه یعنی رفت بیرون از کاد یا مثلا 745 رو بزنم 850 به عنوان مثال میاد پایین تغییر میگیره اگه اوکی رو بزنم دقیقا پلی رو که بزنم همون عددی که بهش دادم میده رفت خارج از کاد شد کنترل زد میزنم برمیگردن یعنی شما هم میتونید بیاین جلو با دست کی فریم بسازیم مثلا بذاریدش اون بالا یا مثلا از طریق پوزیشن تغییرش بدین حالا این یکی حالت عمودی این رو اینجوری به این صورت و موسم هم گیر کرد بذاریم اینجا یا میتونیم راست کلیک کنیم روش عدد بدیم فرقی نمیکنه ولی خب راحت که خودمون با دست جا جاش بکنیم دوباره راست کلیک میکنم اول اولی اینجا میتونیم بر حسب پیکسل اینچ میلیمتر هم انجامش بدید دوباره راست کلیک میکنم گزینه بعدی ادیت والو هست خب یعنی شما میتونید ادیت بکنید پوزیشنتون رو مثلا من میام روی این یکی کیفرم قرار میگیرم اینجا خب این پوزی کی فریم تغییر بده اگه بخوان دقیقا روی خودش قرار بگیری شیفت نگه رو نگه دارین که قشنگ به چسب آهن روی کی روش راست کلیک میکنم روی ادیت میزنم اینجا میتونید تغییر بدل. مثلا این یکی رو میخواین 3650 خیلی زیاد شده کلا از کارت خارج شده یعنی کلا رفت بیرون میتونی تغییر کی فریم این هم مثل همونه ولی ادیت داره شما وسطی رو میتونین ادیت بکنید دوباره روش راست کلیک میکنم گو تو کی فریم تایم این بر حسب تایمه حالا بذارین تایم رو بهتون میگم چطوریه دوباره راست کلیک میکنم لیبل شما رنگ هر کدوم از کیفریم ها رو چون من در مورد کیفریم فقط توضیح میدم رنگ هر کدوم از این کیفریم ها رو میتونید تغییر بدیم مثلا من میخوام این ستا رنگ اولی راست کلیک میکنم لیبل میام گرین سبزش میکنم خب یا مثلا یه دونه از اینا رو انتخاب میکنم لیبل و پینکش میکنم صورتی سه بعدی رو را راست کلیک میکنم و یه هم دادم که مشخص نیست مثلا یلو یلو خوب مشخصه این یکی رو راست کلیک میکنم لیبل قرمز کجاست رد قرمزش میکنم میبینید رنگ های اینا رو کی ها رو میتونید تغییر بدید که یه لیبل رو قبلا در موردش توضیح دادم و میدونید روی یه دونه از این کی فریم ها کلیک میکنم مثلا روی این یکی راست کلیک میکنم نمیشه سلک کی لیبل گروپ کی هایی که گروپ بندی شده توسط لیبل توسط همون رنگی که انجام دادی فقط سلکت می کنه. یعنی من سه تا رنگ زرد دارم یه دونه قرمز و یه دونه و سه تا سبز یکی از اینا رو انتخاب میکنم گروپش می لیبلش رو انتخاب میکنه سلکت میکنه سلکت یعنی انتخاب کردن دیگه آن سلکت لایر انتخاب کنم کلا گروپ ها رو میاد انتخاب کنه یا سبز رو مثلا میام روی آن آل لایرز انتخاب میکنم تمام لیبل ها رو فقط انتخاب میکنه روی بعدی نوشته select equal keyframes تمام کیفریم ها رو انتخاب میکنه من میام روی قرمزی کلیک میکنم راست کلیک select preview keyframe preview یعنی قبل کیفریم هایی که قبل از این کیفریمی که ما روش راست کلیک کردیم رو انتخاب میکنه روش کلیک بکنم قبلیاش رو انتخاب میکنم ببینید سبز ها رو انتخاب کرد یا مثلا روی یکی زرده راست کلیک کنم پریویو رو بزنم تمام کیفرم های قبل خودش رو انتخاب میکنه یا مثلا یکی سبز رو انتخاب کنم راست کلیک کنم و کی کیفرمز رو بزنم یعنی کیفرم های جلو خودش رو انتخاب میکنه ببینید هرچی که جلو خودش قرار گرفته باشه انتخاب میکنه راست کلیک میکنم دوباره گزینه های بعدی که خیلی مهمن ببینید الان من موقعی که لوگو رو جابجا جا میکنم به حالت نرم جابجا میشه ببینید الان من پلی رو بزنم یک حالت نم داره جابجا جا, جا میشه حالت خطی نیست برای اینکه بخوام این حالت رو حالت خطیش بکنیم باید همه کی فریم ها رو انتخاب بکنید راست کلیک کنید و روی کی فریم اینترپولیشن کلیک بکنید یا هم میتونیم بیا از قسمت انیمیشن اینجا اینترپولیشن یعنی هر چیزی که ما توی راست کلیک اینجا داریم توی قسمت انیمیشن هم داریم کلی میام روش alt و کنترل کی هست alt و کنترل رو که بزنم این صفحه باز میشه با اولی فعلا کار نداریم Special اینترپولیشن هست این رو اگر روی لینیر قرار بدم یعنی روی خطی و اوکی رو بزنم این حالت خطی شد یعنی به صورت خط لوگوی من جابجا جا میشه اگر پلی رو بزنم میبینید دیگه اون حالت منحنی رو نداره حالت خطی داره جابجا جا میشه یه کنترل زد میتونیم بزنیم برگرده به حالت قبل خب ببینید الان یک حالت نرم داره جابجا جا میشه خب یعنی داره یک مسیری رو به راحتی و به نرمی داره میره اگر من راست کلیک کنم و روی تاگل هول کی فریم کلیک بکنم دیدین هم حالت خطی شد هم یک حالت پرش ایجاد میکنه الان همونجوری که داری میبینی توی تایملاین هم شکلش تغییر کرد یه کنترل زد میزنم دیدی اول به صورت لوزی لوزی بود به معنی که من تاگل هولد کی فریم رو زدم حالتش تغییر کرد و صورت فلش سمت چپ شد حالا اگر من پلی رو بزنم میپره روی کی فریم بعدی قرار میگیره میبینید داره میپره روی هر کدوم از کی فریم ها میبینید اینجوری هم که من برام متوجه میشین داره میپره روی کیفریم بعدی میتونین هم همه رو با هم انتخاب نکنیم مثلا کنترل زد رو بزنم شما فقط این چهار تا آخری رو راست کلیک کنید و هولدش بکنید تا گل هولدش کنید خب اولی رو به صورت منحنی می‌بینید توی حتی نمودارش هم مشخصه اولی رو به صورت خیلی نرم میره به محض اینکه میخواد برسه به این کیفره ما که تغییر شکل داد به هولد میپره می‌بینید داره میپره به این حالتی هست که اگر بخوان حالا یه کاری انجام بدین که حالت پرش داشته باشه کنترل زد میزن برمیگردم با حالت قبلش راست کلیک میکنم گزینه بعدی روب اکراس تایم هست روش کلیک بکنم شکل دایره میشه میبینید داخل شکل دایره شد شاید توی ظاهر نشون نده که فاصله بین اینا زیاده اما توی حالا انیمیت کردن موقعی که شما انتخابش میکنی یعنی وقتی که شما پلی رو میزنید فاصله بین هر کدوم از این تیکه هایی که داره جابجا جا, جا میشه و فریم به فریم فاصلش یکیه شاید شما الان متوجه نشین اما به مرور که کار میکنین و مخصوصا کاراکتر میخواین به سازی متوجه میشین که داره ز... یعنی فاصله هر کدوم از کی فریم ها به یه صورت هست به یک سرعت هست اینطوری بگم بهتره یعنی اینطوری بهتون بگم که این گزینه فاصله بین هر کیفرم رو به یک اندازه سرعت میده روی یکی از این کیفرم ها کلیک میکنم گزینه بعدی حالا کاری به بالایی نداریم کیفرم اسیسنت کیفرم اسیسنت این سه تا گزینه است که توی انیمیشن سازی خیلی خیلی کاربرد داره ایزی ایز ایزی ایز, ایز, ایز این و ایزی ایز, ایز اوت این سه تا کار رو نرم انیمیت میکنه یعنی شما وقتی که یک لوگو داریم به عنوان مثلا الان من دارم پلی رو میزنم اینطوری داره میره ایزی ایزا خیلی نرمشون میکنه مثلا اگه من روی ایزی ایز بزنم شکل کیفریم ها هم تغییر میکنه وقتی که پلی رو بزنم حالت نرم داره هرکس میکنه خب یا مثلا راست کلیک بکنم بیام روی ایزی ایز این اگر کلیک بکنم مثلا این اولی رو من انتخاب کنم ایزی ایز بزنم بزنم من برگردم به حالت قبل اینطوری باشه بهتره روی اولی کلیک میکنم ایزی ایز این رو که بزنم شکلش میبینیم به این صورت میشه این و اوت این این هست اول کی فرم قرار میگیره این یکی اوت هست Out. یک حالت نرم میده و بقیه رو هم انتخاب میکنم و ایزی ایز میکنم ببینید شما هر کاری انجام میدید حتما از ایزی ایز استفاده بکنید که کارتون رو نرم پیش ببرین مگر اینکه بخواین یه کار خیلی خشن انجام بدین اگه پلو رو بزنن کلا کارتون نرم انجام میشه ببینید کلا کارتون ایزی ایز بکنین اینطوری بگم خب این قسمت تایم ریورس کی فریم از اسمش مشخصه که ریورسش میکنه یعنی برعکسش میکنه یعنی اگه من پلی رو بزنم یک حالت برعکس نشون میده برای کارهایی که مثلا شما یک نوشته از سمت چپ میارین داخل یا بعد میخواین از سمت همون چپ برگرده یا از سمت راست یعنی یک حالت برعکس انجام شه که تو پروژه ها حتما از این گزینه استفاده میکنم میتونین از ریورس استفاده بکنید که حتما توی پروژه ها خواهم گفت ببینید الان من اومدم تمام کیفریم ها رو تغییر دادن اگر من بیام تو این قسمت که قبلا هم در مورد گرافی کوچولو توضیح دادم روش کلیک بکنم یک اون حالتی که حالا ما بهش داده بودیم رو اینجا نشون میده بزنین من برگردم به حالت قبل برای اینکه بخوایم به حالت قبل برگردیم به جای که کنترل زد بزنیم میتونیم روی یکیشون راست کلیک بکنیم روی این فریم کلیک بکنیم و گزینه اول رو روی لینیر قرار و اوکی رو بزنیم به حالت قبل روی گرف که کلیک بکنم همچون که گفته بودم قبلا جزئیات رو نشون میده خب نشون میگه شما الان اینجا از اینجا که وارد حالا کیفریم اولیشون تا کیفریم بعدی چه حالتی داره انجام میده بهمون خب اینجا کامل با جزئیات نمودار رو نشون میده شما اگر روی یه دونه از این کیفریم ها کلیک بکنید گزینه های پایین اینا فعال میشه روشون که نگهداری نمیشه ایزی ایز اوت ایزی ایز این و ایزی ایز ایز. این همونایی هست که موقعی که اینجا من بهتون گفتم اینجا قرار گرفته که همینا هم میتونیم بیان توی انیمیشن توی اسیسن اینجا هم داشته باشین خب چون من ایزی ایزشون نکردم اگر بیام اینجا روی یکی از اینا کلیک بکنم مثلا اینجا و ایزی ایز رو بزنم این حالت نرم میشه یعنی نرمی رو شما اینجا حس میکنید اگر توی نمودار نباشین وقتی به این حالت تشکیل میشه موقع پلی رو میزنید شما متوجه نشین ولی وقتی بیاین توی نمودار اینجا میفهمید که این حالت الان نرم شده الان این قسمت و این قسمت الان یه حالت تیزی داره ما اینجا میایم ایزی ایز رو میزنم که یک حالت نمودار نرم بشه میبینید میتونیم جابجاشم بکنیم از همینجا یا مثلا اوت رو بخوایم بزنیم این حالتی میشه حالت نرم میده اینا رو بهم. این گزینه های ایزی ایز از قبلی ها هم باز توی پروژه بهتون میگم هر موقع که نیاز داشته باشین این قسمت هم ادیت سلکتی فریم هست روش کلیک بکنین دقیقا همون گزینه هایی که من اینجا بهتون توضیح دادم اینجا اومده گفته گزینه بعدی نوشته سپریت دایمنشن سپریت دایمنشن تو راستای x و y رو نشون میده اگر من روش ببینیم سمت راست اینجا رو میبینیم پوزیشن فقط اه, به حالت عادی پوزیشن رو اینجا بهمون داره به محض اینکه من روی این گزینه سپریشن دایمنشن کلیک بکنم سمت چپ ببینید توی تایملاین این گزینه x و y فعال میشه که به رنگ قرمز و سبز هست و شما میتونید تغییرش بدین رنگ قرمز سمت X ببینید به سمت X داره تغییر میکنه و شما میتونید تغییرات رو اینجا بدین حتی با این انکر پوینت ها هم کار بکنید و قسمت سبز هم بر حسب ایگره بالا پایین و میتونید اینجا حتی روی نمودار هم تغییر بدین کلا تنه تو رو و اگه بخوایم برگرده با حالت قبل روش دوباره کلیک میکنم و برمیگرده به حالت قبل از حالت ایکس و خارج میشه قسمت بعدی فیت all graphs view هست روش کلیک کنم فقط همون قسمتی که ما کار انجام دادیم نشون میده یعنی یک حالت زوم یعنی من از این اول تا این آخر فقط کار رو انجام دادم. این حالت زوم نشون میده دیگه. زومش میکنم میگه تو فقط از اینجا تا اینجا کار کردی. اگه بخوایم برگردیم با حالت قبل میتونیم دور قسمت، تو این قسمت فلش رو بگیریم و بکشی اگه بخوایم کوچیکش کنین یا بزرگش کنین این کار رو برامون انجام میده چوز Graph هست انتخابش بکنی میتونین این گزینه ها رو میتونین حالا تمرین کنید خودتون تست کنید ببینید هر کدوم چیکار انجام میده مثلا اتور رو که روش گیری کنم به این حالت بهم نشون میده دوباره میتونیم اتو رو برداریم روی بعدی این حالت قبلی باشه Edit Speed حالت سرعتش رو نشون میده همه رو با هم اینجا با هم میاد شو رفرنس گراف رو همه رو با هم انتخاب میکنه نشون میده که من میخوام روی همون این قرار گرفته باشه و همه اینا رو میتونین تست کنین مثلا شو لایر تمام چیزهایی رو که حالا انجام دادین، اینا همه رو یک جا بهتون نشون میده این از این قسمت گراف که شما متوجه میشین چه کاری رو انجام دادین حتی اگه مثلا من اینا رو انتخاب بکنم راست کلیک کنم ایزی ایزشون اینجا بکنم باز همه اینا رو میاد حالت نرمی به من میده یا مثلا این یکی رو انتخاب بکنم به عنوان مثال مثلا این حالتی کنم خب این قسمت رو میاد نشون میده یعنی با جزئیات نشون مثلا این قسمت میاد اینجا نشون میده که تو چه حالتی اینجا اومدی انجامش دادی میبینی این حالتی بهمون نشون میده اینم از این قسمت حالت های مختلف کی